سلام به دوستان بابا پز. امروز این غذای خوشمزه رو درست کردم که گردن گوسفند هست به اضافه این سبزیجات. میخوام طرز درست کردن رو با شما به اشتراک بذارم. اگه تا کنون بابا پز رو سابسکرایب نکردین، لطفاً سابسکرایب کنین، کامنت، لایک یادتون نره. خب بریم ببینیم که این غذا به چه صورت درست میشه. برای این منظور من یک گردن گوسفند دارم که وزنن حدوداً 1 کیلو خورده هست. سعی میکنم این رو از وسط نصف کنم و این رو قبل از هر کاری یه مقدار سرخش کنم. بالاخره توانستم از وسط نصفش کنم. الان این رو یه کمی تمیز و مرتبش میکنم، بعد سرخشون میکنم. بعد از یه مقدار که گردن ها سرخ شدن به این صورت در اومدن که الان اینا رو نگه میدارم تا در واقع اون سوسم درست بشه و این رو داخل سس بپزمش. خب اینجا یه دونه پیاز خرد شده دارم، 4 حبه سیر خرد شده، چوب دارچین، 1 قاشق چایخوری زردچوبه و نمک، 1 کمی فلفل و 1.5 قاشق غذاخوری رب گرجه دارم. به ترتیب اول پیاز رو 1 کمی سرخ میکنم، بعدش سیر رو، بعدش هم این سس رو، بعد از بینا رو قاطی میکنم. بعد که همه اینها درست شد 2 تا لیوان آب گرم میریزم روی این و گوشت سرخ شده رو داخلش میذارم. این اون سوسی هست که میخوام گوشت داخلش بپزم. الان گوشت رو داخل این میذارم و میذارم که آرام پخته بشه به این طریق. البته هیچ ایرادی نداره که آبش کم هست، چون با درجه حرارت پایین و توی این آب پخته میشه. بعد از 1 ساعت من این رو بر میگردونم که اون طرفشم توی سس پخته بشه. با درجه حرارت پایین مدت 2-3 ساعت طول میکشه. این الان بعد از 4 ساعت با درجه حرارت ملایم پخته میشد به این صورت در اومده و کاملا آماده است که الان بایستی سروش رو بهتون نشون بدم که چجوری سرو میشه. معمولا در ایران این رو بیشتر با برنج، شوید باقلاپلو استفاده میکنم، اما من با سبزیجات میخوام سرویس کنم که بهتون نشون بدم به چه صورت هست. این هم گردن سبک ایرانی درست شده توی سس، سیب زمینی آب پز به اضافه این سبزیجات هم کنارش. یه غذایی هست که خیلی خوشمزه و خیلی دلنشین هست. امیدوارم شما هم به همین صورت، حالا یا با برنج بدون برنج درست کنید، بخورید، لذت ببرید. نوش جانتون.